روز جهانی مهاجران هر سال در 18 دسامبر برگزار می شود. در این روز به چالش های 272 و و میلیون مهاجری که از یک نقطه دنیا به نقطه دیگر زندگی را از صفر شروع می کنند پرداخته می شود. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. مهاجرت داستان عجیبی است از آن داستان است که میتوان مطمئن بود شخصیت اولش بی اندازه شجاع است آنقدر شجاع که توانسته است از همه چیز دل بکند و تمام زندگیش را در یک چمدان بریزد و برای آخرین بار خانه کوچه خانواده عشق و خلاصه همه چیزش را ترک کند و نداند که چه زمانی دوباره به آنها خواهد پیوست امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجرت است احتمالا هیچ کس در سالهای گذشته فکر نمی کرد زمانی برسد که تعداد مهاجران دنیا آنقدر زیاد شود که بخواهند یک روز جهانی را به آنها اختصاص دهند به راستی دلیل اینجا به جا شدن و رفتن از یک جای دنیا به جای دیگر چیست که بسیاری از افراد را وادار کرده از همه چیز دل بکنند و با کل باری از تجربه و غم از همه چیز خود کیلومترها فاصله بگیرند حقیقت مهاجرت چیزی فراتر از شروع دوباره است مهاجران در جستجوی امنیت و فرصت های دوباره سفر می کنند تا بتوانند همه چیز را از صفر تا حتی زیر صفر آغاز کنند به هر حال داستان عجیب مهاجرت هرچی که هست همه ما را مطمئن کرده که قطعا سختی های خاص خودش را دارد و اصلا مسیر آسانی نیست به همین دلیل هم ما فرصت را قنیمت شمردیم تا ضمن گرامی داشته این روز به برخی از حقایق مربوط به آن بپردازیم مهاجرت عوامل زیادی دارد به همین دلیل هم می توان گفت که این پدیده یه خاص یک کشور یا منطقه نیست و تمام جامعه ی جهانی را در بر می گیرد. برخی از این عوامل شامل نیاز انسان به داشتن امنیت، کرامت و آرامش هستند. با این حال همه ی ما در نهایت میدانیم که ترک خانه هیچ وقت تصمیم آسانی نیست به خصوص زمانی که سفر پیش رو به شدت خطرناک و گاهی کشنده باشد مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به افزایش روز افصول تعداد مهاجران در سراسر جهان در چهارم دسامبر سال 2000 روز هجده دسامبر را به عنوان روز جهانی مهاجران اعلام کرد مهاجرت های جهانی همزمان با تشدید و پیچیده تر شدن جنگ ها و درگیری ها به بالاترین حد خود رسیده است این پدیده به گونه است که یک درصد از نسل بشر را کاملا آواره کرده است 65 درصد از کل پناهندگان جهان تنها از پنج کشور مهاجرت کردند سوریه بیشترین تعداد پناهجو را در جهان دارد و پس از آن ونزوئلا، افغانستان، سودان و میانمار در رتبه های بعد قرار دارند. ذکر این نکته ضروری است که تعداد پناهندگانی که راهی اروپا میشوند به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و تقریبا 95 درصد از نیازها و الزامات اسکان مجدد توسط کشورهای میزبان برآورده نشده است و همین امر فوریت زیادی را ایجاب می کنن. این در حالی است که چهل درصد از پناهندگان را کودکان تشکیل میدهند. روز جهانی مهاجران از آن جهت حائز اهمیت است که همه ما میدانیم که جان هر انسانی ارزشمند است و باید به هر قیمتی از حیثیت و حقوق وی محافظت کرد به همین دلیل هم تلاش های بشر ای که در راستای مهاجرت انجام می شود بسیار حائز اهمیت هستند با این حال بحران مهاجرت می تواند هر منطقه ای از دنیا را در هر زمانی تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب همه سازمان های جهانی، کشورها و سازمان های حقوق بشری و امدادی باید نقش خود را ایفا کنند تا برای استقبال از مهاجران و پناهجویان زمینه های مناسبی را فراهم کنند. علی اکبری اخبار شیه